تقریبا نقطه پنهانی از این هواپیما برای ما وجود نداره. ما تقریبا با اطلاعاتی که از این سامانه به دست آوردیم و حتی بخشی رو ریکاوری کردیم، یعنی بخشی که پاک شده بود، ما اطلاعات قبل بود، البته کدورم زیاد داشت، خیلی موانع بود، ولی خب به هر حال با عنایت الهی اتفاق افتاد. این هواپیما بخشی از زیر مجموعه هاش در 16 اکتبر 2010 در کالیفرنیا بوده، یعنی اطلاعاتی که ما استخراج کردیم، یعنی 25 مهر 89، اینها رو اصلاح میکنن میارن تو قندهار، پروازی رو انجام میده در 18 نوامبر 2010، یعنی 28 آبان 89، و ما فکر میکنیم که اشکالات این برطرف نشده. دوباره در دسامبر 2010 مجدد این رو برمیگردونن لس آنجلس و اونجا یه کارخونه هست که در همین بخشای هوایی و فضایی مشغول هستند و کارخونجات این اصلاحات رو انجام میدن، مجددن اینو به پرواز در میارن و در فرودگاهی که لس آنجلس هست حتی عکس ها و اطلاعات و مختصات و همه اینها رو به ساعت و به دقیقه ثبت شده. و حتی دقیق تر بگم این هواپیما در عملیاتی که بر علیه بن لادن انجام شد 2 هفته قبل از ترور بالای مقر بن لادن این هواپیما پرواز داشته در پاکستان، در خاک پاکستان، و همه اینها رمزگشایی شده و بی نهایت اطلاعات رو الان ما داریم و اینطور نیستش که ما بتونیم اون رو بنشونیم ولی نتونیم بهش به اطلاعاتش دست پیدا کنیم. این رو خداوند متعال عنایت کرد و این اتفاق افتاد.